ولی خبری که واقعا بیندای گرامی رنج آور است، خبری که واقعا برای فرد کشور ما رنج آور متاثر کننده است که قندوز شهر زیبایی است، ولایت بسیار زیبایی است. خاطرات بسیار خوش من خودم از قندوز دارم و خودم شخصا فارغ لیسه شیرخان قندوز هستم. مردم قندوز واقعا مردم بسیار شریف و نجیبی هستند، مردمی بودند که فقط شب و روز به او وقت زمانه که ما بودیم که اینا اهل مطالعه بود، اهل درس بود و اهل آموختن بود. ولی امروز از برکت همی دولت های ناکام، همی دولت های دست نشانده، قندوز آلت بسیار زاره داره و تقاضای از قندوزیان گرامی ما همیست که حرکت کنن، صدای اعتراض خود بلند کنن و فشار برای دولت ستون پنجم بیشتر بسازن که توجه بیشتر به قندوز بکنن. در غیر از او قندوز در چند سال دیگه اگر به بیشتر رواج کنه، ما قندوز از لحاظ فرهنگی فقیرترین ولایت افغانستان خود یافتیم و سطح سواد هم شاید زیر صفر بره. به خاطر امیدوار هستم که یک حرکت ملی به خاطر نجات قندوز از این فلاکت و مصیبت و بدبختی که هست آغاز شود. منابع محلی در ولایت قندوز گفتند که طالبان مثلث صدها باب مکتب را در مناطق مختلف قندوز مسدود کردند که در اثر آن بیش از 200 هزار دانش آموز از آموختن باز ماندند. با گزارش خبرگزاری جمهور، برخی منابع به پژواک گفتند که از حدود یک ماه بدین سو 350 مکتب در مناطق مختلف قندوز از سوی طالبان مسلح برای دانش آموزان مسدود شده. این منابع گفتند که با مسدودیت مکاتب 200 هزار شاگرد به شمول دختران از آموزش محرومند. این منابع تاکید کردند که طالبان مسلح مکاتب مذکور را مسدود کرده و تاکید دارند که معاشات ماهانه معلمین باید به جای بانک مانند سابق توسط مامور پرداخت شود. این شرم است برای جامعه جهانی، برای ناتو، برای امریکا، برای انگلیس، برای اروپا و تا برای کانادا که قواهایشان در اینجا از زیاد کار کردن، ولی امروز یک حکومت دیگی در داخل حکومت افغانستان است که کل از اینا را تهدید میکنه و اینا هم سرخم میکنه. واقعا شرم است برای اینا. از سوی هم اعضای شورای ولایتی قندوز گفتند که در این ولایت 450 مکتب برای شاگردان مسدود شده است. به گفته منبع، مقامات ریاست معارف با وساطت سران قومی تلاش ها را آغاز نمودند تا این مکاتب دوباره برای شاگردان معارف باز شود. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی قندوز میگوید که مسدود بودن مکاتب نگرانی بزرگ برای مردم قندوز است، واقعیتش کم است و افزود 450 مکتب مسدود شدند. هزاران شاگرد از درس ماندند. اگر به مشکل آنها به زودی رسیدگی نشود، دروازه معارف در قندوز برای همیشه بسته خواهد شد و افتخاری خواهد بود برای اشرف غنی و دکتر عبدالله. توریالی کاکر، عضو دیگر شورای ولایتی قندوز، نیز گفته است که حکومت برای بازگشایی این مکاتب هیچ پلان منظمی ندارد و افزود مقامات باید با ما پاسخ بدهند. یک ماه می شود که مکاتب مسدود است. این یک خیانت بزرگ است، واقعتش یک خیانت است، یک ننگ است بر جبین دو دکتر بیمار و وزارت معارف و نیروهای ایساف اینا که در داخل کشور ما اینا وجود دارند، ولی شاید یک حکومت دیگه هم هستند و حرکت نمی کنند. نگفتن که ما خواهان گشایش هر چیز زودتر این مکاتب هستیم. نورالله البته نام مستحار یک دانش آموز است که گفته که من در مکتب ولسوالی قلعه‌زال هستم و در این مورد گفت که مکاتب آنها بعد از ختم رخصتی های زمستانی آغاز نشده است و از اون طالبان نه به معلمین و نه به متعلمین اجازه رفتن به مکاتب میدن. مکاتب را مسدود کردن و میگن تا زمانی که موضوع معاش حل نگردد کسی به مکتب رفتن نمیتواند. شماری از دانش آموزان دیگر نیز نظر مشابهی داشتند. اما نعمت الله تیموری، سخنگوی ولی قندوز، گفته است که حدود 100 باب مکتب برای متعلمین مسدود شده است و افزود که مذاکرات با سران قومی جریان دارد تا به این شکل به مشکل رسیدگی صورت بگیرد. جالب است که در این کشور قوای مسلح هست، قوای دفاعی هست، قوای امنیتی هست، نیروهای خارجی هست، نیروهای بیگانه هست، قانون حساسی هست، شورا هست، بازم در هر مسئله که میشه دولت دست نشانده، دولت مزدور، دولت ناتوان تمام چیز فراموش میکنه. اینا میرن به جلسه سران قومی، سران قومی که تمام چیز باید زیرش پای گذاشته شود.
وقتی که قانون اساسی داریم ما دیگه مسئله سران قومی و سران جلسه بزرگان و جلسه شورای علما این یک چیزای زیادی است که از چشم پوشی از قانون است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبا گفته که مکاتب به علت عدم پرداخت حقوق ماهانه معلمین مسدود شده است و افزود اکثریت استادان به اساس مشکلات امنیتی نمیتوانند به شهر سفر نموده و از بانک معاش بگیرند. از این رو مکاتب در کندز مسدود شده است. گفتنی است که در ولایت کندز در مجموع 507 مکتب وجود دارد که بیش از 300 هزار شاگرد در آن درس میخوانند که بیشترشان مسدود است و دولت و دولت مردانم هم با افتخار میگن که ما توان نداریم، بزرگان قومی رو روان کردیم که از طالبا بخواین که به لحاظ خدا اجازه بدین که ما مکتبا رو باز کنیم. اگر شما طالبا رو سرکوب میکردین، اگر آقای غنی تو دست تزرو و دست زاری به توی طالبا دراز نمیکردی، اگر کرزه تو طالب برادر نمیگفتی، طالب امروز یک نیروی نبود. طالب تا 2005 کجا بودن از 2001؟ طالب شما ساختین و بر گرده ملت نصب کردین. طالب عنیف اطمر ساخت که آورد دانی سرطانی در بغلان نصب کرد و امروز رنج زیر ملت میکشه. امروز میبینی که یک ولایت از نعمت سوات آیسته آیسته بدور میشه. پس این ننگ جاویدانه بر جبین حکومت وحدت ملی نصب است. اینا میدانستن که اون وقت کشاوری گفت که من از طالب انتقام میگیرم، بهترین موقع بود که هر طرف برفای زمستانی بود، آواز سر بود و طالب ها در گوشه گوشه بود و اینا در حملیت های بسیار آسانه از بین برده میشد. اما برای طالب فرصت دادن، طالب نیرو بخشیدن، ماندن که خوابای زمستانی خود کنن، استراحت کنن، شاید برشان پول و مهمات بیشتر رو روان کرده باشن و اونون اینا پس یک نیرو شده و از کی انتقام میگیرن؟ از مردم افغانستان انتقام میگیرن. بچه و دختر اشرف غنی خود در کابل نیست که کشته شده تا داغ اولاد وطن اشرف غنی و یا عبدالله که اولادش در اندس ببینن. زن و فرزند مردم است کشته میشه. کشتی بازی های سیاسی چند خائنه که در هر گودر ستون پنجم قرار دارن. واقعا با موجودیت این همه خائن و با موجودیت این همه وطن فروش و جاسوس و بیگانه پرست چی انتظار داشته باشین که این وطن بالاخره روز روی آرامش خواهد دید و روز ما پرنده صلح را شاید باشیم که در فضای کشور ما به پرواز داره. تا زمانی که خائنی نه، تا زمانی که واقعا ملت تکان نخوره و خود از اینا یک حرکت خود جوش آغاز کنن و خودشان سرنوشت خود به دست خود بگیرن و سرنوشت خود خودشان رقم بزنن و حیا ما بتونیم انتظار زیر داشته باشیم که از این مصیبت و بدبختی نجات پیدا کنیم. خیر از او همی آش است و همی کاسه.